من به نظر هم دیگه قرار میده، درسته؟ این از کجا ترشح میشه؟ اینجا الان یک سری سلولهای اینجا وجود دارن. این سلولهایی که اینجا هستن چه سلولهای عثمانی ساده هستن دیگه، درسته؟ همینا که گفتم رسپتورهایی که اون سلولهای عثمانی ساده قرار دارن، تو سلولهای عثمانی ساده که اپیتلیوم مقاتل رنگ هست وجود داره. این میاد میچسبه به دیواره رحم، میاد میچسبه به دیواره رحم. همین که این اتفاق میفته، به همین صورت که این اتفاق میفته، این سلول های تروفوبلاستی که هستن تحریک میشن و شروع میکنن تقسیم شدن. را کنید اینجا بهتون میشه. این سلول های تروفوبلاستی که هست این سلول های تروفوبلاستی که هست سلول های تروفوبلاست در معرض میچسبن به دیواره رحم شروع میکنن تقسیم شدن. منتها تقسیماتشون به صورت سنسیشیون هست. سنسیشیون یعنی چی؟ بافتی؟ نه، سنسیشیون یعنی چی؟ ما توی تقسیم سلول، یک سلول به دو تا سلول، این هسته سلول، درسته؟ یه تقسیم هسته سلول داشتیم که بهش میگفت چی؟ میتوز. یعنی طی تقسیم هسته سلول ابتدا یک سلول تقسیم شد که چی؟ دو تا هسته داشت. تو مرحله بعدی چه اتفاق میافتاد؟ سایتوکینوز میافتاد. این سیتوپلاست تقسیم میشد و دو تا سلول جا میشد. توی بعضی از بافتا که یکیش همینجا هست، این سلول ها که تقسیم میشن، چه اتفاق میفته؟ این سلول ها که تقسیم میشن، این سایتوکینوز اتفاق نمیفته. به اینا میگن چی؟ سنسیشیون. یک بافتی هست که چی؟ چند هسته ای هست و مثل این تروفوبلاست که میگن سایتو تروفوبلاست، دیواره بین سلول ها کاملا مشخص نیست. به خاطر همین تروفوبلاست، تبدیل به دو تا بافت میشه. یه بافتی که داخل‌تره بهش میگن چی؟ سایتوتروفوبلاست، بافت خارجی رو بهش میگن چی؟ سنسیشیوتروفوبلاست. پس چی شد؟ یه بار دیگه من برگردم ببینم. این کی تبدیل به تروفوبلاست، تبدیل به سایتوتروفوبلاست؟ سایتو یعنی سلول. چون اینا مثل سلول هم کاملا دیواره دارن و کاملا شما میتونید دو تا سلول رو اصلا تفکیک کنید، ولی تو اینجا الان مثلا 30 تا سلوله ولی شما نمیتونید اصلا تفکیک کنید. اینا یک سیتوپلاسم مشترکی دارن و هسته داخلش پراکنده دارن. یک بافتیه که به صورت متعدد تقسیمات میتوز اصلا یعنی چی؟ تقسیم هسته میشه میتوز. این برخلاف اینه که خیلی از بچه‌ها یاد ندادن، میتوز یعنی تقسیم هسته. اینا تقسیمات میتوزی متعددی انجام میدن ولی تقسیم سیتوپلاسم به سایتوکینوز هست انجام نمیدن. این بافتی که اینجاست، شروع میکنه عواملی و ترشح. اولنک این بافت تروفوبلاستی که به سمت امبرین پول هست گسترش بیشتری داره به سمت مقابل. ناکن اینجا اینقدر پیشرفت کرد، اینجا ضخامت کمی داره. این شروع میکنه آنزیم هایی ترشح میکنه. اینجا دیاره برکرد مشکلیم کن. این یعنی چه؟ سنسیشو گفته سنسیشو. این آنزیم هایی ترشح میکنن، مثلا آنزیم های زیادی هستن که باعث از بین بردن اپیتلیوم میشه. آنزیم های زیادی هستن که وقتی ترشح میکنن سلول هایی که تو دیواره رحم هستن تو اونها آپوپتوز اتفاق میفته، مرگ سلولی اتفاق میفته. و این اینتگرین ها همراه با لامینین و فیبرونکتین باعث نفوذ بیشتر این سایتوپلاست به سمت چی میشن؟ دیواره رحم میشن. رحم توی روز 6 شروع میکنه به اتساق، توی روزهای 7 و 8 شروع میکنه نفوذ کردن به عمق
رحم به خاطر دو تا عامل. یک این سایتوتروفوبلاستی که اینجا هست، این سایتوتروفوبلاست عوامل پروتازی عواملی ترشح میکنه که باعث تخریب دیوار رحم میشه و نفوذ بیشتر انجام میده، باعث تخریب میشه، تخریب انجام میشه و بعد لامینین و فیبرونکتین باعث نفوذ بیشتر به سمت دیواره رحم میشود. تا روز چند رفتیم جلو؟ بقیه مطالب اون هفته دوم، بقیه مطالبی که داره بمونن هفته دوم. خب خدمت شما عرض کنم که مطلب دیگری که نداریم تمام مواردی که تو هفته دوم، یه بار دیگه میخوام سریع سریع مثل فیلمایی که آنچه گذشت یه بار گوش بدیم یاد بگیریم چه اتفاق افتاد، یه بار سریع میخوام ببینم چه اتفاق، چون بچه ها همش تو حفظ این روزا مشکل دارن. فرتیلیزیشن روز صفر، یه روز بعد بگید چون روز دوم نیمه اول روز سوم نیمه دومش چه میشه؟ 16 تا که شیرجه داخل چی؟ رحم. روز چند تا شیرجه میزنه داخل رحم؟ سه. روز چهار و پنج چیه؟ شنا داره شنا میکنه، داره حال هولی میکنه، منطقه حال هوله باعث چی میشه؟ هچین میشه. رسیدیم چهار و پنج هم تکیه، روز شیش، روز شیش باعث چی میشه؟ اتصال. هفت و هشت نفوذ به سمت داخل، برگشت هم بمونه تو ویدیو بعدی. خسته نباشید.